که رفت. راسل بیا بالا دوباره. خب بهنام فکر کنم اگر دور اول بله، اگر اشتباه بهنام و نکنم. بعدش آقای لئون. بفرمایید آقا بهنام. با سلام، راجب موضوع بحث شما صحبت کردم، راجب این موضوع مقدار توی جامعه مثل ایران که خب به هر حال بخش عمده ای به عقیده خاصی پایبند هستن یه مقدارم سخت هستش، ولی خب ما یک توهین به عقاید یا احترام به عقاید داریم. من نظر شخصی ما میگم، بعضا میتونه داره ایراد و انتقادم باشه، یک احترام به حق داشتن عقیده داریم. این دوتا رو ما معادله هم نگیریم و این دوتا اشتباه میشه عمدتا در جامعه ما. من به دیگران این حق رو میدم که عقیده داشته باشن، هر باوری داشته باشن، ولی این به معنای حق دادن به اون باورشون و درست بودن باورشون نیست، یا اینکه احترام به باورشون نیست. این خیلی نکته مهمه. احترام میذارم به حق داشتن باور یا عقیده خاص، نه خود اون باور یا عقیده خاص. ما میگیم بارها تو جامعه میشنیم آقا به عقاید دیگران احترام بذارید. یعنی چی اصلا؟ کجا عقیده دیگران قابل احترامه؟ این اصلا جمله مطلق درست نیست، میتونه بعضا درست باشه بعضا غلط باشه، ولی این که یه حق این حق داشته باشه که یک عقیده داشته باشه، این قابل احترام. بنابراین این که عقیده ها بعضا میتونه مثلا نافی هنر باشه، نافی مثلا خلاقیت پیشرفت یک انسان باشه، عقیده یه نفر دیگه. داعش هم یه سری عقاید داشت، کجا قابل احترام؟ اصلا هم قابل احترام نیست. مخصوصا این عقیده وقتی میاد در عرصه اجتماعی سعی میکنه حقوق و آزادی ها یا به هر حال اون روش زندگی دیگران رو سلب کنه، ممانعت کنه، محدود کنه. این عقاید اصلا قابل احترام، نه تنها قابل احترام نیست، باید سر تا پا هر روز از بام تا شام نقدش کرد اتفاقا. یعنی اینو باید دقت کنیم که عقیده‌ای که غلط بود به دیگران خودش رو تحمیل کنه، تجاوز کنه به حوزه دیگران، بسیار غلطه. حالا تا وقتی این عقیده در حوزه شخصی افراد هستش، اون حق داشتن عقیده، نه خود عقیده، درسته. حالا این عقیده بعضا میاد در مقابل مثلا توسعه. آقا ما حق دارم مثلا از عقیده دیگران حتی نقدش کنم، دیگران هم این حقو دارن عقیده منو نقدش کنن، به روش متناسب پاسخ بدن. و اینکه مثلا بیایم ابزار قانونی درست کنیم یا بکوبیم که آقا به عقاید من احترام بذار، عقاید غلط رو باید نقد کرد، خیلی بحث پیچیده و گسترده است. این اختلافی که در جامعه ما به نسبت مثلا جامعه توسعه یافته، مخصوصا از لحاظ سیاسی و از لحاظ اجتماعی، یعنی کشورهایی که یا جوامعی که حقوق بشر و حقوق اساسی اونها در اونها خب یه استاندارد بالایی وجود داره، اتفاقا این تعریف ها و مفاهیم رو دقت میکنن. و ما مثلا یه چیزی رو حالا همینجوری شنیدیم یا تبلیغ شده و باورمون شده بدون اینکه دقیق نگاه کنیم که اتفاقا اینا خیلی مهمه، نوع نگاهمون به مسائل و به کار بردن این ترما. حالا اگر نیاز شد در ادامه وارد موضوع خواهم شد. مرسی، تشکر میکنم آقای بهنام. دید معقولانه بود بچه. آقای لئون 3 دقیقه وقت دارید. من سلام عرض میکنم خدمت همه، مثلا آقای سامان بابک، برنامه هاتون توی یوتیوب دنبال میکنم و تازه با هاتون آشنا شدم. همین بعد به نظر من در باره این که تو این به آقای خوبه یا بد، به نظرم هیچ مشکلی نداره. هر کی اگه میخواد عقیدش بهش توهین نشه نباید پخشش کنه. به نظرم این که کسی از عقیده شما خبر نداشته باشه بس نمیتونه بهش توهین کنه. پس به نظرم عقیده هر کس باید برای خودش باشه. اگه اینجوری باشه کسی هم نمیتونه بهش توهین کنه. ولی اگه شما بیاین عقیدتون رو توی جامعه پخش کنین، خب معلومه که 100% بهش توهین میشه. این حرفای من بود. تشکر میکنم. ممنون که برنامه گوش کردیم. خواهش میکنم آقای لئون. آقای علیرضا میشنویم شما را اگه صحبتی دارید. با بنده هستیم؟ بله بله. خیلی ممنون و متشکرم. من فقط یه نکته عرض کنم. جناب آقای محمدرضا مطلب فرمودن که بسیار تحسین میکنم شما. فرمودن و من میخواستم که کامل کنم و رازشون رو در ارتباط با صحبتی که صداتون خیلی کمه آقای علیرضا. در مورد صحبتی که در مورد جناب آقای آمین نوابی گفتم، به نظر من بحثشون بسیار بسیار مهم است. ما خب الان 3-4 ساعت از داریم اینجا در مورد موارد مختلف و تو این عقاید صحبت میکنیم. ایشون موضوع جدیدی مطرح کردن، خواستم اینو باز بکنم. ببینید عقاید تاثیر مهمی میتونه رفتار
انسان ها با یه دیگر داره، و اگر به گذشته نگاه بکنیم گمان میکنم که با ما موافق باشید که اکثر اونا اشتباه بودن، چرا در بستر زمان قرار گرفتن، قابل نقد شدن و آروم آروم به قول معروف اون بحث های تعصب از کنارشون رخ بربسته و تونستن در مورد صحبت کنن. پس باید عقاید رو بدون ترحم و محافظه کاری نقد کرد و به چالش کشید که ایشون مطرح کردن. هرگاه که عقیده ای تبدیل به تعصب بشه، یعنی شما عقیده رو داشته باشین و تعصب بدینش باشه، باید حتما حتما اون رو به توهین گرفت که جناب آقای محمد رضا مطرح فرمودن که بسیار درسته. چرا؟ به دلیل اینکه اون دایره امنیت و پرسش ناپذیری رو در دور اون عقیده از بین میبره و آرام آرام فضا رو برای نقد منطقی ایجاد میکنه. پس بنابراین اگر اون یه بخشی که جناب آقای محمد رضا مطرح فرمودن در مورد توهین بدین معنیه که اون دایره امنیت و پرسش ناپذیری رو ازش آرام آرام دور میکنه، فضا رو برای نقد منطقی ایجاد میکنه، اون موقع میشه که از طریق نقد منطقی اون حقایق رو باهاش به قول معروف برخورد منطقی کردش. و یه موضوعی هم عرض کنم، جناب ناصر فرمودن، خیلی جالب بود برای من، فقط اینو خیلی سریع عرض کنم که جناب ناصر فرمودن که شما که نمیدونید حقایق منو تغییر بدید، منم که نمیتونم حقایق شما رو تغییر بدم، اما بلا فاصله بعد از این عرایزشون مطرح کردن که من الان یه آیه میخونم و این آیه انقدر زیبا هست و انقدر کلام شیرینی هست که همه شما باورمند میشید به اسلام. پس اگر که ما قرار باشه که با اون آیه باورمند به اسلام بشیم، پس این صحبت قبلیتون رو نقض میکنه که من نمیتونم عقیده شما رو تغییر بدم و شما نمیتونید عقیده منو تغییر بدید. اینجا اصلا بحث این موضوع فکر کنم که یه مقام متفاوت هستش. ممنون، تشکر میکنم. دور اولی داریم آقای علیرضا ریحانی، 3 دقیقه فرصت دارید صحبت کنید. خب درود بر همه. من سلام نمی کنم چون سلام یک واژه عربیه و متناقض با فرهنگ ما. خب سلام یعنی اینکه شما تسلیم بشید در مقابل یک عرب که اون جانتو نگیره و بخوای در مقابلش تسلیم بشه، این معنی اون. ولی خب من میگم درود. و ببخشید، در مورد موضوع میشه صحبت کنی؟ آره. من نقدی که دارم این که بین آقای ناصر شما خیلی وقت زیاد میدین، خیلی 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 زیاد داره. آقای علیرضا بر بار دوم میشه در مورد موضوع صحبت کنید؟ بله چشم، صحبت شما متین در هر دو موردی که گفتید، مخصوصا مورد دوم رو من خودم هم در مورد امشب بهش فکر کردم. اگر میشه لطفا در مورد موضوع صحبت کنید. من در مورد تو این بقاید نه تنها بد نمیدونم که خب کاربردی میدونم، چون وقتی که مثلا میبینیم که یک عقیده شبیه حالا اسلام یا هر مذهب دیگه ای که برای بشریت خطرناکه اون باشه، باید با توهین، باید توهین البته نه خیلی شدید، باید در حدی که تقدس صدایی بشه، ازش تقدسش ریخته بشه و قابل نقد بشه که مردم دیگه فکر نکنن که این اصلا هیچ نمیشه در موردش اصلا حرف زد یا در موردش یا صحبت کرد یا حتی فکر بکنی که حتی شما میتونی مخالف این عقیده انگار صحبت بکنی. باید در موردش در حد نیاز آدم توهین به جا داشته باشه. بعد چون خیلی ها عقایدشون مثل حالا دین اسلام در نظر بگیریم، متاسفانه من در یک خانواده مذهبی هم و میبینم که خواهر برادرام ازدواج کردن و بچه دارن این
دین اسلام رو دارن از زمانی که حتی اصلا بچه نمیفهمه اصلا دوروبرش رنگ آبی و یا زرد فرقش چیه، دارن بهش میگن تو نماز بخون، اپر بکن، اپر یعنی الله اکبر بکن. شبیه خواهر رضا جان 10 ثانیه سپاسگزارم. بله، و ما باید در حد توانمون مبارزه کنیم که یکی از راه های مبارزه این توهین در راستای تقدس زداییه. متشکر، حالا فعلا تا بعد. تشکر میکنم علی رضای عزیز. برمیگردم به آقای آسی. 3 دقیقه وقت دارید صحبت کنید. دوست عزیزی که الان پیوستید به اسپیکرها. بله، درود خدمت شما. حقیقتا من 1 ساعتی هست دارم میشنوم. حالا چیزی که من به ذهنم رسه و عقیده خودم اینه که ما زمانی که عقیدمون رو بیان میکنیم و جایی مطرح میکنیم، حتی همین رومی که الان هست و کسی میاد اینجا و عقیدهش رو میگه، یعنی شما عقیدت رو در معرض انتقاد گذاشتی و حالا ممکنه توی انتقاد توهین هم اتفاق بیفته. یعنی اگه شما تا وقتی که تو ذهن خودت بمونه و تو حیطه فردی خودت بمونه، اصلا کسی حق نداره بهش بتازه. ولی زمانی که عقیدت رو بیان کردی، یعنی اجازه رو به مخاطب میدی که حالا اون با هر لحنی، شاید اون لحن رو توهین برداشت کنی، شاید یه نفر دیگه اون لحن رو اصلا توهین برداشت نکنه با همون عقاید، و شما این اجازه رو میدی که تاخت و تاز بشه به عقیده. و مثلا من خودم به خدا ناباورم، وقتی یه جایی مطرح میکنم، این اجازه رو طرف مقابلم با هر عقیده قائل میشم که بیاد به عقیده من خورده بگیره یا حتی توهین کنه. حالا نمیدونم عقیده من درسته یا اشتباهه، ولی من فکر میکنم کسی وقتی بیان کرد، یعنی اون اجازه رو داده برای اینکه نقد بشه، حتی توهین بشه و با هم بحث و مجادله بکنه. ممنون. تشکر میکنم. فکر میکنم که باید برگردیم به آقای پیمان. آقای پیمان اگه صحبتی دارید میشنویم بهتون در 3 دقیقه. درود، همگی خسته نباشید. واقعا خیلی ممنون، مرسی استفاده کردیم از صحبتاتون. راجع به عقاید، عقاید حقیقتا از نظر من خب یه موضوع خیلی ساده هم میتونم بهش فکر کنم. مثلا به خودم بگم که مثلا کسی که عقیدهش اینه که مثلا مردی و یا زنی و بخواد بزنه به خاطر یا بکشه به خاطر باوری که داره، اعتقادی که داره، به خاطر اون افکاری که داره بخواد سرکوبش کنه، بزنتش یا بکشتش، خب قطعا این اصلا هیچ احترامی فکر نکنم بشه واسه این عقیده احترام قائل باشی. و اینکه یا اینکه بخواد ترویج بکنه اینو که مثلا یه سنگی یا یه میله میتونه شفا بده، خب قطعا ترویج خرافه پرستی اونم تو قرن 21 پس احترامی نداره. ولی من خودم به شخص سعی میکنم که با فوش یا خشونت انجام ندم، تا جایی که میتونم سعی میکنم که این کار رو انجام ندم و بیشتر انتقادش کنم و تشویقش کنم به این که بیشتر اون شخص فکر کنه به اون باوری که داره و عقیده‌ای که داره، یکم فکر کنه، یکم مطالعه کنه، یکم تحقیق کنه، یکم به خودش بیاد و سعی کنه که اینم در نظر داشته باشه که هر چیزی که میاد توی افکارش میره، خب نمیشه که همچین عقیده های مثلا درست باشه و بره پی حقیقت. و یکم بیشتر تشویقش میکنم که فکر کنه، با خودش خلوت کنه یا با چند نفر مشورت کنه تا اینکه بخوام منم بخوام اونو بزنم یا بکشمش. خیلی ممنون. ممنونم اسحاق جان، ببخشید معذرت میخوام. پیمان جان صحبتی کردی من میپذیرم، اما مصداق توهین هنوز مشخص نیست برای ما با این دوستان. من چند وقت پیش صحبتی داشتم میکردم، گفتم
خر بالدار پیغمبر که یهو دیدم یکی درست شروع کرد که آقا چرا توهین میکنی؟ میگم بابا اینه که خودتون دارین میگین از روایات خودتون. من حالا میگم خر بالدار پیغمبر، باور کنید این میگفت چرا توهین میکنی؟ من واقعا نمیدونم منظور از توهین مشخصا یعنی خدای نکرده دشنام و ناسزای مستقیم، بلده این چیزی که میفرمایید مصداقش محسوب نمیشه. خب درسته، ولی دوستان در نظر شماست. من وقتی در این حالت حتی میگم هم مثالم زدم، من امام حسین نگفتم گفت توهین میکنی، میدونی؟ ببخشید آقا ناصر تشریف دارن، من یه سوال کوتاه بپرسم در من قبلش عقاید ملکیادس ناصر جان پروفایل راسل رو دیدی؟ دوباره نگاه بنداز بگو آقای ملکیادس. ببخشید من سوالم از آقا ناصر یا آقا ناصر کدومش؟ ناصر اینه که آقا ناصر آخه ناصر هم هست. خب اینه که چطور وقتی که پیامبر تشریف آوردن و فرمودن که من خب دیگه از این به بعد پیامبر هستم و وحی بهم نازل شده و اینها، چطور ایشون به بت‌های مکیان توهین میکردن، به خدایان ایشون توهین میکردن و میگفتن که پدران شما احمق بودن که چون این اعتقاداتی رو داشتن؟ یعنی توهین به عقاید و احترام به عقاید وقتیه که من نکنم این کارو، یعنی منی که آتئیستم توهین نکنم، ولی شما حق داری که طبق فرمایش پیامبر خودت مثلا میتونی که من رو تخته کنی یا توهین کنی، ولی توهین یعنی مثلا وقتی که شما روزه میگیری من باید به شما احترام بذارم و روزه خاری نکنم، ولی شما دهه محرم تا 12:01 شب بکوبی روی تبل و سنج و دهل و اینها سرنا و خواب زن و بچه مردم رو و مثلا من پیرمرد رو بگیری، این اشکالی نداره. این چطوری؟ این خیلی تضاد داره، یه جوریه تناقض داره. نگاه کنین، اجازه دارم خانم؟ ممنونم اما کوتاه توی یک دقیقه اگه میشه. آخه بابک جانم من خب اجازه بدید. نه آقا درسته، اما به هر حال ما می‌خواستیم برات برنامه رو کم کم ببندیم سهیلا جان. آره چون به حساب الان اینجا هم دیر وقته، ما هم باید بریم سر کار. خب آره عرض کنم به خدمت که آره از این بعد هم بچه‌ای که هستن دیگه یک دقیقه جنبندی هاشون رو انجام بدن، ناصر هم صحبتش رو انجام بده تا ببینیم چه شب. و اینکه بچه‌ها هم تو جنبندیایی که می‌خوام بکنن خواهشن یه پیشنهادی هم بدن که موضوع بعدی برنامه‌مون چی باشه، که ما از توی صحبت بچه‌ها دیگه ما به هر حال جمهوری بی‌خدایانیم دیگه، از توی موضوع بچه‌ها موضوع انتخاب بکنیم برای بحث و گفتگو. بله راسل جان پروفایل جنبندی رو هم بذار. مرسی ناصر شروع کن. در روزه‌خواری که اشاره کردید، خب در روزه گرفتن که اجباری نیست، هر کسی میتونه روزه بگیره میتونه نگیره، حتی روزه گرفتن برای یک سری از اخشار روزه خاری باره اجبار قانون اومده اگر کسی روزه خاری کنه 74 ضرب شلاق و 2 ماه حبس. اگر کسی تظاهر به روزه خاری بکنه، چون کسی نمیتونه حالا داخل منزلش بخوره که این از اون کلا شرعیاست که تظاهر اینا رو چی میخواد در بیاره. بعد جسارتا ناکنین با یه سری سبق توهین بکنه، یعنی شما فرض بفرمایید که پیرمردی تو کوچه ای مثلا یه گوشه آب معدنی گرفته داره مثلا میخوره یه گوشه، اشکالی نمیکنه. نه این ما به خاطر 5 درصد این که مثالی که عرض کردم هیچ ایرادی نداره. من دوست دارم بیام تو خیابون خب آقا اصلا مشروب بخورم، خب شما به خاطر 5% که روزه میگیرن چرا 95% رو زنجیر میکنید و میگید که حق ندارید مثلا بخورید و بیاشامید و فلان؟ نگاه کنید و در مورد بت‌هایی که پیامبر حتی شکست و اعتقادات دیگران رو به سخره گرفت، اینم توضیح بدید. عرضم به حضورتون که عرض میکردم این مثالی که عرض کردم راجع به پیرمرد این سزق توهین نمی کنه قطعا، منتها شما یه حالتی رو تصور بگیرید تو جامعه مسلمان مثلا یک خانوم یا یک آقای دارن راه میرن یه ساندویج هم دستشونه تو ماه رمضان میخورن و میرن، این قطعا توهین به یک عده زیادی مردم روزه داره.
اگر شما فرض بفرمایید توی جامعه 50 درصدشون حوزه بگیرن، 50 درصد به اسم چون از اون شلاق و حبس میترسه. آقا ناصر این مغلطه ها چیه واقعا؟ من اصلا تا حالا ندیدیم غذا خوردن توهین باشه. آره من از مدیرتورا دارم، من اصخایی میکنم یه نقد دارم. قشنگ ایشون ریز مثل این آخوندا رفت و منبر رو همه رو صداشون چرا قطع شد؟ اوکی باشه، در مورد بوت‌ها بگو. خانم محبوبه صداتون قطع شد. آره بابک اگه میشه نوبت‌دارم بگید، من خیلی وقت منتظرم. عرض کنم که محبوبه جان، من اگر فرصت میدیم بس این که با تفکر ایشون آشنا بشیم. میدونم، نه ببینید آره آقا بابک بلات... بعد یه مورد دیگه هم عرض کنم، ما این بالا 10 نفر 11 نفر دارن به حساب ضد این عقیده صحبت میکنن، ایشون تنها هستن. میدونم آقا بابک، من یه چیز بهتون بگم. ببینید بفهمه. من اصلاحی میکنم، خارج از نوبت صحبت میکنم. ببینید تمام این تفکرات، تمام این رفتار آقا بابک جامعه رو به افسردگی و مریضی و کثافت کشیده. شما فقط شاید اینجا بیاین در چارچوب توهین به عقاید یا بخواید بیاین طرف رو بهش بفهمید که این قانون داره همه رو اذیت میکنه، ولی واقعا باورتون نمیشه تمام کارا رو مختل کرده این افکار، این عقاید همه رو از زندگی انداخته. تمام مشاغلایی که چجوری بگم ضدیت داره با مذهب اینا، تماما به خاطر این ماه رمضان و دو ماه محرم سفر خوابیده. ما همینجوریش به خاطر وضعیت کرونا همه بدبخت شدن. الان شما فکر کن ماه رمضانه، طرف فکر کن دو سال سالان غذاخوریش بسته شده، الانم باید بسته باشه، دو ماه دیگه هم باید یه جور دیگه. آخه تا کی باید این وضعیت ادامه داشته باشه؟ ما میگیم تو این عقاید، ما ببین فقط ما داریم به ایشون تریبون میدیم که ایشون خیلی ریز و خیلی زیرپوستی بیاد اینجا مثل آخوندا بره روی منبر و بقیه رو ارشاد بکنه. من عذرخواهی میکنم اگر اینا میگن من توی ایرانم، من وسط قضیه ام، ماها داریم اذیت میشیم، ماها پدر صاحبمون با اینا در اومده. ممنونم محبوب جان، ممنونم درکتون میکنه. من به بابک اعتراض کردم بابت یک دقیقه اعتراض که نه، در واقع برای بابک دوست عزیز ماست و همه شما، ما اصلا به خاطر شما ها اینجا هستیم. یعنی من دوست شما محسوب نمیشم، دشمنم خدای نکرده. نه تا وقت تموم نشده خب اجازه این بوت ها رو حالا این بس ادامه پیدا بکنه، بعد اون حرف اصلی زده نمیشه. اگر ممنونم محبوب جان، عرض کنم که سویلا عزیز اگر اجازه بدی ناصر جان اون قضیه بوت ها رو تعریف کن، بریم ادامه مبحثمون که دوستان جنبندی ها انجام بده. من فقط یه چیزی بگم، خشم محبوبه و امثال محبوبه واقعا برای من قابل درک و قابل احترام و کاملا نرماله. ادامه بده. من هیچ وقت دوست ندارم که توهین کنم، ولی واقعا ناراحت کننده است. چون من خودم یک از افرادی بودم که توی سن کوچک توی خیابون واقعا کتک خوردم، واسه اینکه بچه بودم با تشنم شد یه قطره یه خورده آب خوردم یه لیوانی. هممون پیمان جان این ناراحت کننده، همه این مسائل رو ما هممون کشیدیم، میدونم، درک میکنم. اجازه بدیم ناصر صحبتش تموم بشه که ما بریم سراغ جنبندی. عرض میکردم من هم ابتدای عرضم گفتم که بایستی بین تفکر و عقیده تمایز قائل شد. اگر کسی تفکری رو داره هر نوعی که هست، ولی اینکه با ما متعارض و متضاد باشه، ما مکلفیم که بهش احترام بذاریم. منتها عقیده عرض کردم، عقیده محترم نیست. عقیده چون مستدل نیست محترمم نیست. فلزا شما اگر به یک عقیده توهین بکنی اون رواست، ولی به تفکر نمیشه توهین کرد. بت پرستی نکنین. آیات مکی رو شما نگاه کنید، مطلقاً توهینی نداره. آیات مکی یعنی اون 13 سالی که پیامبر در مکه بوده، همش توأم با استدلال و ملاطفته. این آیات که شما میفرمایید در اواخر حیات پیامبر در مدینه نازل شده، یعنی نکنین استدلال ها شده، مباحثه ها شده، جدل ها شده، ولی آخر یه عده قبول نمی کنن. یه عده معتقدن همون بتشون حقه. اینجا خداوند به اون بت توهین میکنه، اون کسانی که حق رو قبول نمی کنن. ایشون توی مکه توهین میکرد، نمیشکست بت ها رو، ولی آقای بابک اگه میشه نوبت ها رو بگیرید. ما اصلا مهم نیست. اجازه بدید مسیر رو برم. اجازه بدین خواهشان. ناصر جان ممنون از توضیحت. عرض کنم که سول جان ادامه دوستانو بریم که دیگه خواهش میکنم. ناصر جان دیگه موتو آدینس کن لطفا. آقای محمد رضا بفرمایید شما.
نه اجازه بده، اجازه بده. آن رفتش اوکی حل. نه میخواستم موضوع ببینم خب، چون گفته بودم از بچه هایی که جمع بندی میکنم موضوع پیشنهاد بدن، میخواستم ازش بپرسم، حالا دیگه رفت اون پایین. سایر دوستان قبل از اینکه پیمان جان بمونی یک دقیقه است. بله آقا پیمان، قرار هست دوستان در یه دقیقه جمع بندی کنن. خانم سویلا شما متاسفانه یاسر جان دارن میرن و گویا متوجه پیام ایشون نشدین، لطفاً چک بفرمایید پیام ها رو. بله بله دوستان ببخشید، من بیشتر از این نمیتونم همراهیتون کنم. شب و روز همگیتون خوش، با اجازهتون برنامه بعدی در خدمتتون هستم. ممنونم یاسر جان، سپاسگزارم که بودی. ممنون یاسر جان. آقای محمد رضا بفرمایید. من میخواستم خیلی کوتاه دو تا نکته رو بگم، حالا گفتید جنبندیه. ببینید، یکی اینکه من میخواستم از دوستان تقاضا کنم واقعا سعی نکنم که مثل آقای مثل ناصر جان و دیگران رو بخوام قانع بکنم. ببینید بحث اینه که ما اینجا صحبت میکنیم، گفتگوش نیست بگیره، حتی 10 تا آخوند دیگه هم 10 تا آدم کارشناس تو اون موضوع بیان صحبت بکنن، این گفتگوها شکل بگیره، اونهایی که میشنوند یک تلنگری بخورن اگر که به این سمت و نیست، به این سمت و سو نیستن و اونها یه چیزی یاد بگن. چون ببین اکثریت من فکر می‌کنم کسایی که آتئیست شدن یا آگنوستیک شدن یا حالا به هر حال دین رو یه جوری کنار گذاشتن از همین تلنگرها شروع کردن. شاید واقعا یک تلنگر باعث شده که یک آدمی یک ماه، دو ماه، یک سال مدت‌های زیادی رو به مطالعه بپردازه، خیلی سختی بکشه تا به این نتیجه برسه. یعنی اینجوری نیستش که واقعا یک شبه این حاصل شده باشه، تغییر عقیده اینقدر سریع صورت نمی‌گیره. یه نکته ای که می‌خواستم بگم، فکر می‌کنم حالا این موضوع رو می‌خواستم پیشنهاد کنم که اگه میشه راجبش، اگه بشه تو گنجوندش صحبت کرد، راجع به بحث مغلطه هاست. ببین خیلی مغلطه صورت می‌گیره، حالا چه از جانب آقای ناصر که بیشتر خب دین کلا روی مغلطه میچرخه، چه حتی یه وقتایی دوستانی که بهشون ایراد می‌گیرن مغلطه‌هایی می‌کنن. و ببینید مثلا آقای ناصر خیلی مغلطه معیارهای دوگانه به کار می‌برن. ببین مثلا یک مثال من می‌خوام خیلی کوتاه بگم، ایشون در نظر نمیگیره که ببین من همین الان که من اینجا وایسادم، خب من تو موضع قدرت نیستم، من میگم آقا همه انسان ها برابرن، همه خوبن، همه اینجوری هم، همه اونجوری هم. اما اگه به من قدرت دادی، منو کردی رهبر یه جایی، من بازم اون حرفو میزنم، شاید بزنم شاید نزنم. خب پیامبر اسلام هم همین بوده، وقتی آیات مکی نازل میشه خب طرفداری نداشته، 4 تا دونه طرفدار داشته، خب خیلی حرفای قشنگ زده. ما هم که نگفتیم هر چی تو کتاب قرآن هست همش بده، خب حرفای قشنگ هم هست، منتها وقتی که به موضع قدرت رسیده آیا اون حرفا رو زده یا نزده. امثال سوره توبه در زمان قدرت ایشون و در اواخر حکومت ایشون اومده. پس اینا مغلط هست که ما اینا رو بذاریم کنار، یا خیلی جاها سیاق آیات رو به کلی، حالا بیشتر شیعیان این کارو میکنن، به کلی میذارن کنار. یعنی شما وقتی مثلا میری میخونی میبینی یه تیکه مثلا وسط یه آیه رو آوردن، وقتی میری حتی نه آیه قبل و بعد، کل اون آیه رو میخونی، حالا فرصت نمیشه که مثلا بخوام مثالی بزنم، دوستان خودشون بیشتر میدونن، میری کل اون آیه رو میخونی اصلا شاک میشی، یعنی میگی این چی بود، مثلا من سالها بهش اعتقاد داشتم. یعنی همین شاکهای کوچیکه که به نظر من دوستان رو به سمتهای درست میبره. ممنونم از فرصتی که دادید. خیلی ممنون. ممنونم محمد رضا عزیز. برمیگردم به آقای علیرضا. یک دقیقه لطفا. خیلی ممنون، متشکرم فرصت. ببخشید ما یه دوست دیگه هم قبل از علیرضا داریم، سویل آقای علی هست اون بالا اگه اشتباه نکنم، که من دارم تو گوشی من اجازه بده رفرش کنم. بله بله آقای علی، یک دقیقه لطفا. ببخشید اگه میشه من یه چند دقیقه دیگه جمع‌بندی بکنم. ممنون شما. در آخر برنامه به حساب میام از شما میپرسیم. بفرمایید آقای علی رضا عزیز. متشکرم، ممنون شما، خسته نباشید. برنامه عزیز من فقط آخر سر در مورد عقاید یه موضوعی رو مطرح کنم. میگیم که عقاید به دیگران باید به عقایدشون احترام بذاریم. خب بیا ما یه کاری بکنیم. پس بیا می کارو بکنیم که از عقاید داعش شروع کنیم. دفعه بعد که کسی چیز خلاف عقیده داعشی رو گفت، بلند شونه به اون بگین که تو حق نداری این حرف رو بزنی. ما باید به عقاید همه احترام بذاریم. اگه خودتون داعشی نباشید، بهتره در راستای احترام به عقاید اونها خودتون رو به نزدیکترین داعشی معرفی بکنید تا زحمت بریدن سرتون رو بکشه. آخر میدونید که زنده بودنتون توهین به عقاید این گروه محسوب میشه. احترام به عقاید مخرب امکان این رو میده که به پیروان اونها، که اونا به صورت سازمان یافته دست به اعمال شرورانه بزنن. پس بنابراین در پایان عرض عرض کنم که اتفاقا این افکار و عقاید اشتباه بود که آروم آروم سازمان گرفت
پیش از انقلاب بهارم را اومد حکومت را گرفت و 40 سال این بنا را سر ما آورده. پس بنابراین نباید بذاریم که این عقاید بهشون احترام گذاشته بشه و سازمان یافته بشه. درود بر شما و همگی خسته نباشید. پاینده باشید. تشکر میکنم. ممنونم از شما. میمان جان یک دقیقه. آقای علیرضا مفتی آدینس میکنید؟ بله خیلی ممنون. دوستان گفتین که جمعی بفرمایید و یه پیشنهادی اگه دوست داشتین بدیم. من پیشنهادم اینه که اگه در مبحث همین دین و ادیان و جمهوری بی خدایان و این موردا میخواین دوباره بذارین، من پیشنهادم اینه که تمام ادیان و دین ها اومدن که یه چیز رو به همه بگن، اینا دیگه همش داستانه. اونم اسم خداست یا الله، زئوس، هر چیزی که اسمشو مینامید. من دوست دارم که یه برنامه هم داشته باشید راجع به خدا. حالا میخواید نقدش کنید، انتقادش کنید، هر صحبتی داری راجع به اونم یه صحبتی بشه، ببینیم کسی باور داره، دیدش چیه راجع به این موضوع. خیلی ممنون. ببخشید، در مورد خدا یا در مورد الله؟ فرقی نداره، خدا چون متفاوت بوده. باشه چشم، حتما ممنونم از تشکر میکنم پیمان جان. آقای سعید، پیمان جان موضوع دیانش میکنی؟ اگه خودتون بندازید پایین بندازیم. ببخشید من داشت صحبت میکرد باید صدامش پایین. شرمنده علیز جان. پیمان جان. سعید میشنویمت. بله بله، داشتن آقا بابک صحبت میکردن. یه دقیقه زمان کمیه ولی من سعی میکنم در مقام پاسخ با آقا ناصر بر بیام. اول اینکه فرمودن تخصصی مسئله دین، ببینید ما تو خود مسئله اسلام بحثی داریم که اسلام یک امر تخصصی نیست. حداقل کسانی که میخواستن راجع به این صحبت بکنن و اینقدر به اصطلاح زبانش آسان است که برای عوام و انسانهایی که به اصطلاح بیابانگرد بودن، البته به مفهوم توهین نباشه، و خود پیغمبر اسلام زمانی که میاد رسالت رو چیز میکنه میگه من از جانب خدا به اصطلاح رسالت گرفتم که بر پابرهنگان و فقرا و گرسنگان مندر دهم و آنها را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهم. یعنی این یک خلط مبحثه که اسلام رو میان در قالب یک به اصطلاح دکانی در میارن که از راه اون ارتزاق بکنن، که قاعدتا حتی حالا من با روشنفکران دینی هم به شدت فاصله دارم و به شدت خطرناکتر از روحانیتش یا روحانیان دینی میبینم، که حتی خود شریعتی هم وقتی با اینا برخورد میکنه تو مقاله آخوندیسمش میگه اعتماد به روحانیت نوعی ساده لوحیه که اگه آبی نمیارن کوزه نمیشکنن باید سپاسگزارشان بود. اما در خصوص این که خب ممنونم. من معذرت میخوام، من یک دقیقه دیگه اگه من 15 ثانیه دیگه بهت میتونم وقت بدم. من 15 مورد نوشتم. ایشون فرمودن که ما دو به دنبال انکشاف حقیقت، این واقعیتش ماهیت حوزه انکشاف حقیقت نیست، تلاش برای دفاع ایدئولوژیه. در جایی فرمودن که ما از قرآن استناد کردن که مخالفین ما رو تبدیل به موافق بکنیم. اتفاقا این جایی که من با قرآن مشکل دارم، که اتفاقا من یک جامعه رنگی میخوام که مخالف من مثل من فکر نکنه ولی فکر بکنه، برخلاف من فکر بکنه و من رو به چالش بکشه. برای همینه که ایدئولوژی مثل فاشیسم، مثل کمونیسم و مثل اسلام سیاسی هر جایی که رفتن چون میخواستن که دیگری رو مثل خودشون بکنن فاجعه به بار آوردن، و اولین راهش اینه که قدرت سیاسی از اینا گرفته بشه تا نتونن دیگه مانور بدن. خیلی زیاد بودش این مغالطه‌ای که دوست عزیزمون ناصر کردن ولی زمان نیستش. من عذر میخوام. تشکر میکنم سعید عزیز. شب‌های دیگه امیدوارم ببینیمتون و از نکاتتون استفاده کنیم. ملکیادس یک دقیقه. آقای ملکیادس تشریف نداریم؟ یاشار جان میشنویم یک دقیقه بعد برمیگردیم به ایشون. خواهش میکنم. اولا تشکر میکنم از این برنامه خوب، واقعا جدایی از این حرفی و اینجور صحبت ها. خب تو حرفای ناصر جان اون حالا شین و سینش که میزد من یادم اون منبرای آخوندی و اینا مینداخت که ما از بچگی پاشون بزرگ شدیم. یکم من فوبیا دارم نسبت به اینا، یکم ناراحت شدم به قول من. حالا در تمام اینا بذاریم کنار، موضوع برنامه‌ای که به نظر من خیلی جالب میتونه باشه اینه که آیا اسلام یه دینه یا یک پولیتیک پارتیه، یعنی یک چی میگن یک گروه سیاسیه. یعنی این به نظرم چیز جالبی میتونه باشه. حزب سیاسی. حزب سیاسی بله.
ممنون میشم، خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و زحماتی که شما میکشید. بچه‌هایی که اینجا بودن، بدرود همگی. خواهش میکنم، تشکر. ممنونم از داشت آجا. ملکیدس بگو یه شجا مفتو آدینس کن. من والا توهین به عقاید خیلی حوصله دیگه توهین ندارم به عقاید دیگه، از بس توهین کردم خسته شدم، ولی دوستان دوست دارن توهین کنن، دوست دارن نکنن دیگه. بحث بعدی هم هر موضوعی که دوستان پیشنهاد بدن من استقبال میکنم. بدرود. بسیار عالی، ممنونم. سام عزیز درود میگم بهت، شبت بخیر. شما دور اول تا آخر وقت رسیدی، اون پایینم مونده بودی، بحث و جدل شد. سلام، احوال شما؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بله، من تصمیم گرفتم که کمی شنونده باشم، به خاطر که از یک ماه پیشی که جوین شدم به این کلاب هاوس با کاوه عزیزم، از بس زدیم و این دوستان مذهبی رو دیگه نان ندارم. که فکر میکنم که کاوه و من به مرحله بازنشستگی رسیدیم دیگه، جان ندارم. اما در مورد تاپیکتون میخواستم دو سه دقیقه یک دقیقه حرف بزنم. بفهم. اگه توهین به عقاید رو میگید، اگه اسپسیفیکلی در مورد اسلام حرف بزنیم، خب برای ماهایی که در واقع مقید نیستیم به هیچ دینی، حالا به ویژه دین اسلام، اونها به ما توهین نمی کنن، اونها گردن ما رو میزنن، یعنی که دیگه کار از توهین گذشته، قشنگ ما رو از نیست نابود میکنن. اما اینجا ما به عنوان یه آدم های روشن فکری که دیگه فکر میکنیم که خب در واقع همه آدم ها با هم برابرن، در صورت حتی اگر هر عقیده‌ای داره، در صورتی که به ما هیچ صدمه ای نزنه و اینکه همه چیزو برای خودش نگه داره، هیچ اشکالی ندارید، به اجازه بدید در عالم در واقع پروت خودش باقی بمونه. من به شخص مدت های خیلی زیادی رو سعی کردم با آدم ها حرف بزنم، گاهی توهین، گاهی خوب، گاهی زشت، مثل این پدر بزرگا یا پدرایی که نصیحت میکنن، گاهی آقایان دوتا چک میزدن زیر گوش پسرا که از همه رو. ولی فکر میکنم که همینطور یکی دیگه از دوستامون گفته، به خاطری که در خیلی بطن خیلی از آدما رفته نهادینه شده. اینجا در همسایگی ما در لندن استاد دانشگاه کمبریج، مدیر گروه رشته مکانیک، و دو ماه عاشورا و تاسورا به واسه دو ماه محرم و سفر و دو ماه روز مشکی میپوشه. و اینکه حتی منم دعوت کرده که بیا، مثلا دعوت میکرد که بیا چیز در واقع مسجد ایرانی ها، که شما ایرانی هستید، این فهمید من در واقع یه خورده توی این باغ نیستم، بس از سر ما برداشت. میخوام بهتون بگم که فرقی نمیکنه، متفرق میکنه که فرق نمیکنه آدم ها در کجا زندگی میکنن، یک، اما فرق میکنه که در واقع تو چقدر کتاب خونده باشی و چقدر در واقع تحصیلات دانشگاهی داشته باشی. و اینکه به نظرم بهتره که فقط باهاشون صحبت بکنیم، حتی اگر یک نفر رو بتونیم به راه راست انسانی هدایت بکنیم، خیلی بهتره این که تا دایرکت بریم سراغشون. بعد از مدت ها، بعد از دو سه سالی که من دارم به همه توهین میکنم، به همه وضعیت ها میکنم، که اگر ما مستقیما به آدم ها توهین کنیم، جبهه میگیرن، مثل بچه کوچولو ها میمونن آدم های افراطی مذهبی، فرقی هم نمیکنه مسلمان یا مسیحی. به محضی که بگیم دینتون اینطوریه 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 و اینکه بهشون توهین کنیم، خیلی آزار پیدا میکنن. ولی اگر یه خورده باشون ریلکس تر جلوتر بریم، فکر میکنم که بتونن در واقع ما رو درک کنن. مرسی. تشکر میکنم سام عزیز. خانم محبوبه بفرمایید، یک دقیقه وقت دارید. سلام عزیزم، منو ببخشید بابت اون خشم میکرده ورودم. نه نرمال بود عزیزم، نرمال بود کاملا. چون ما واقعا وسط جهنمیم در حقیقت، میگم خیلی پر هستیم و موضوعات زیاده. حکایت این مذهبی ها، حکایت مولا نصرالدینه که میره توی مسجد میگه هر بچه که روی فرشتون اضرار کرد، اون فرش رو ببرین، این تیکه رو بندازین بیرون. میاد خونه میبینه زنش وسط فرش رو بریده و انداخته بیرون. بهش میگه زن این چیه، چی اینجور شده؟ میگه مگه خودت نگفتی اگه بچه اضرار کرد فرش رو ببر؟ گفت بابا من برای مردم گفتم، برای خودم که نگفتم. شده حکایت این مذهبی ها و این آخوندها. ما متاسفانه با توجه به وجود داشتن این مذهب و اسلام، تمام ایران به کثافت کشیده شده. یعنی شما از چهره شهر بگیر تا معیشت مردم، تا شرایط
شرایط زندگی هاشون. یعنی شما توی تهران، خود تهران که مرکز ایران هست، وقتی که راه میری خانم های چادر مشکی، همه ناراحت، همه افسرده، رنگ ماشینا یا مشکی یا قهوه‌ای یا سرمی، سرمه، شما رنگ شاد نمیبینیم، مگر کسی بخواد برخلاف عقاید اینا به اون خودباوری و اون آزادی رسیده باشه. دو ماه دیگه محرم و سفره، یعنی گرمای تابستون، سر و صدای هیئت و حجاب و گرما، گشت ارشاد، باز دوباره بچه ها رو میگیرن میبرن، یه سری ها بهشون تجاوز میشه، یه سری ها رو اذیت میکنن. آخه این چه دینیه؟ آخه این چه دینیه که تو داری به زور تو من فرو میکنی؟ اگر تو دین داری من به تو هیچی نمیگم، تو هم حق نداری به من حرفی بزنی. چرا اجبار میکنی؟ چرا اذیت میکنی؟ چرا زندگی رو به من زخم میکنی؟ تو دنیایی که الان دو ساله همه گرفتار مریضی کرونا هستیم که کسی نمیدونه امروزش رو به فرداش میرسونه یا نه، ما همین یه ذره و نصف و نیمه هم که داریم زندگی میکنیم به کاممون تلخ شده. من خیلی پرم، خیلی خشم دارم، چون وسط آتیشم دارم با بدبختی زندگی میکنم. یه خانم تنها هستم که دارم با دخترم خودم زندگیمو میگذرونم. فکر کنید تمام این شرایط سخت هم باشه و یه چیزی به اسم دین و مذهب تمام زندگی های ما رو به گند و کثافت کشیده. یعنی کی میخواد این کابوس تموم بشه؟ کی میخواد این گروگانگیری ها تموم بشه؟ ما قشنگ کامل به گروگان گرفته شدیم. حرف حق زدن نداریم، حرف زندگی نداریم، حق پوشش لباسمون رو نداریم، نمیدونیم چطوری اصلا خودمون خودمون قاطی کردیم، اصلا نمیدونیم چی کار بکنیم. من از خواهی میکنم اگر نه 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 نه، من اصلا دلم میخواد که باشی و اصلا افرادی مثل شما، خانم ها و آقایونی مثل شما باشن و حرف دلشون رو بتونیم اینجا انعکاس بدیم. چرا؟ اصلا معذرت خواهی نداره. ازت ممنونم که اینقدر شجاعت داری که در مورد این مسائل صحبت میکنی. امیدوارم شفای دیگه، روزهای دیگه باز ببینیمت. سخته برام ازت همینطوری بگذرم محبوب جان، واقعا برام من سخته. من خواهی میکنم ببخشید، با عنوان یه خانومی که به خاطر جنسیتم حق حتی زندگی ندارم، من هر جا بخوام برم خونه اجاره کنم، تا زمانی که میفهمن تو داری با بچت، حتی یعنی فرق حتی خانواده و مجرد رو نمیدونن، به تو خونه نمیدن. میگن ما به مجرد خونه نمیدیم، ولی شما بیا برو ببین چیه همین خونه های آقازاده ها، توی هم خونه آخوندا چه اشرتی، چه بریز و بپاشی، چه مشروب خوری. دلم واسه مردم کشورم میسوزه، دلم به خاطر که این همه غرق توی خرافات شدن و دارن خودزنی میکنن میسوزه. همین علی آقا که این زیره لباس سبز پوشیده، این آقا مدام میخواد مغلطه بکنه برای نگه داشتن دینش. آخه برادر من، نگه دار، برای خودت نگه دار، به من کاری نداشته باش. من فشارم پایینه، من اگه توی خیابون آب نخورم، اگه بارها بارها با صورت خوردم زمین، من اگه توی خیابون آب بخورم بعد 74 سر به شلاق بخورم، دو ماه زندانی بکشم. تو دین تو به من فشار میاری که بعد اون چیزی که من به تو میگم تو گوش کنی؟ این کجاش میشنوی آقای علی؟ میشنوی یا نه؟ این کجاش انسانیته؟ چرا بچه باید؟ چرا بچه بچه زیر 10 سال باید دست فروشی کنه؟ چرا اون بدبخت دست فروش که تمام سرمایهش رو میاره به پایین ترین قیمت جونش میذاره بفروشه، شهر داری میاد با لگد میزنه به نام دین، به نام اسلام؟ تا کی؟ تا کجا؟ تا کی میخواین ادامه بدین؟ تا کی میخواین اسم این دین رو بذارین اسم اسلام مهربونی، پیامبر مهربونی؟ آقا جان اصلا ما میگیم پیامبر خوب بوده، مهربون بوده، علی خوب بوده، برای 1400 سال پیش بوده، نه مال الان. چرا من باید بیام به حرف شماها گوش کنم، به اون سبک زندگی کنم؟ همین یه ذره هم نمیذارید ما زندگی کنیم؟ مگه شما توی خیابون میای همه کار میکنی، مگه من به شما میگم چی کار میکنی؟ خب شما هم اجازه نداری به من بی احترام میکنی؟ چرا تا میای حرف میزنی میگی که شما توهین میکنی، شما نمیدونم به ما فحش میدین؟ خب کاری میکنید که آدمو پر از خشم میکنید، پر از بغض میکنید. ما دیگه خسته شدیم دیگه، هر روز خودکشی، هر روز قتل، هر روز وقتی آدم آرامش فکری نداشته باشه، امنیت شغلی نیست، آزادی نیست، آرامش نیست، دیگه چقدر، تا کجا میخواییم ادامه بدیم؟ این ظلم تموم میشه، ولی وای به حالتون که اون روز به دست تک تک ماها بیافتیم.
اینو بدونید. من با عنوان یه زن دارم میگم که میگن این انقلاب دست زن های اتفاق میافته. میخوام از من زن بشنوید بدونید که ماها پر از خشمیم، که ماها پر از انتقامیم. تا دیر نشده بیاین سمت مردم. اگر سمت مردم نیاین بعد دودش و چشم خودتون میره. چقدر از ما هموطن ها آواره قربت شدن به خاطر نداشتن آزادی، به خاطر نداشتن امنیت شغلی. بعد شما خودتون خیلی راحت برای خودتون میگردین، میچرخین، عقایدتون رو برای خودتون انجام میدین. بابا بسته دیگه، تمومش کنید دیگه. خسته شدیم، خسته شدیم، به خدا خسته شدیم. به خدا شاید تو صبح فکر این زندانی سیاسی درد خودم کمه از فکر این زندانی دنیای سیاسی. تو صبح نمیخوام بیچاره زیر شکنجه، زیر عذاب. چرا؟ چرا؟ برای چی؟ به چه حقی؟ چجوری به خودتون اجازه میدین انقدر راحت در مورد جون انسان که بزرگترین گوهر دنیاست، یعنی وجود ارزش یه انسان انقدر ارزش داره، شما انقدر راحت تصمیم میگیرید؟ الان صدای اذانه. من نمیخوام، من مریضم نمیتونم بخوابم، ولی تا میام بخوابم صدای اذان نمیذاره بخوابم. این چه خدایی همش داره التماس میکنه که منو بپرستین؟ این چه خدایی که دوست داره همش التماسش کنی؟ این چه خدایی شما داری؟ منو ببخشید، من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم عزیزم، خیلی ممنونم ازت که بازم میگم شجاعت اینو داشتی که حرفات اینجا بزنی و ازت میخوام که باز اینجا باشی و من افتخار میکنم به زنهایی مثل تو. آقای لون یک دقیقه وقت دارید. من فکر میکنم کافی چیزی میخواست بگه. منم میخواستم به احساسات ایشون درود بفرستم. امیدوارم دنیا بدون دین هم شاید همچنان جای خوبی نباشه، اما ریشه دین برای همیشه حتی یکی از این ریشه های شر انسان کنده بشه. حداقل تکلیف خودمون رو بدونیم با انسانیت. اگر می جنگیم حداقل بدونیم برای چی می جنگیم. حداقل اگه جون انسان رو به خاطر عقایدش نگیریم. گوش کنید آقای اون که اون پایین متدینای محترم، خسته شدن مردم. این عقیده تو خونت نگه دار، این اسباب بازی رو تو خونه من نیار. ببخشید دوستان. آقای لو میشنویم شما رو. من خواستم بگم این حرف خانم محمود همه ما را احساسی کرد. بعد درباره موضوع برنامه هفته بعد یا برنامه بعدی دو تا پیشنهاد داشتم. یکیش اینه که آیا در اسلام ارزش مرد نصف زن است؟ و دومیش هم اینه که آیا جمهوری اسلامی همان حکومت علی است؟ بعد اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من دیروز یا آماری خوندم توی یکی از خبرگزاری‌ها، دقیق یادم نیست، ولی گفته بود توی 24 ساعت گذشته 84 نفر توی تهران اقدام به خودکشی کردن. دقیق یادم نیست چند نفر موفق شدن. واقعا این قلب آدم به درد میاره. فقط خواستم بگم یکی از دلایل مهمش اینه که مردم ما نتونستن حرفاشون رو بزنن. این حرفای مونده توی دل مردم واقعا یه فشار عصبی ایجاد کرده روشون و دلیل اصلیش هم به نظر من خود اسلامه. و اینکه اسلام تو طول تاریخ به هیچ دین و عقیده توهین نکرده اصلا ابدا، و هر عقیده‌ای که مخالفش بوده بلا استثنا زده کشته است. احمد کسروی بگیرید تا اول اسلام، همون قوم بنی قریظه همه رو قتل عام کردن، هیچ استثنایی هم نداشتن. و اینکه الان مثلا میگم گشت ارشاد میاد مردم میگیره، بهتون قول میگم اگه جامعه بین المللی نبود، این آمریکا و کشورهای بزرگ قدرتمند نبودن، مطمئن باشین گشت ارشاد هیچ کسی نمیبود. همونجا با یه گلوله ملت همون وسط میگوشت، هیچ رحمی نداشتم. این سخنان من بود، ممنونم که حرفان گوشت. و در آخر یه چیزم اضافه کنم، آقای بابک گفتن چون اینجا 20 نفر هستن مخالف عقیده افتن آقا ناصر بودن و ایشون یه نفر ما 20 نفر. خواستم میگه هر کسی که میاد اینجا صحبت میکنه حداقل 20 سال حرفای اینا خونده رو شنیده از تلویزیون و خیابون و پای منبر. فکر نکن به نظر من اینا به اندازه کافی وقت داشتن که حرف بزنیم. الان نوبت ماست که صحبت کنیم. خیلی ممنون، خسته نباشید. ممنون از این نقدی که کردی. فقط اینو بگم که شما 20 سال شنیدی، منم دارم میشنوم. من به خاطر کاری که از بار نوابی انجام میدم هر روز هم دارم باز هم با این مسائل
برخورد دارم و مجبور هستم علی‌رغم میل باطنی خودم باز هم بشنوم، اما به هر حال یه سری چیز اصول دیگه، خودت بذار جا خودت اگر بری تو کانال اینا قرار بگیری یا تو کلاب این دوستان بری همچین انتظاری داری، وقتی که دارن صحبت میکنن طبیعتاً تعداد زیادی خلاف نظرت رو دارن صحبت میکنن، مسائل و شبهات زیادی پیش میاد که باید پاسخ بدی. خب طبیعتاً نمیتونید خود شما لئون تو 2 دقیقه یا 3 دقیقه بخوام اینا رو جواب بدی وقتی که تنها هستی. این من به این دلیل بوده و الا خود من باور کن زیاد علاقه به شنیدن این صحبت ها ندارم، اندازه کافی در طول روز دارم میبینم و میشنوم و میخونم. ممنونم بازم. لطفا دوستانی که فرمایش آخرشون رو گفتن برن توی شنونده ها پایین باشن و که ما بقیه دوستان هم جمعندی هاشون رو بشنمیم. مرسی. آقای علیرضا 1 دقیقه. شاید تایم بیشتر از 1 دقیقه بشه، ولی خب چند تا نکته هست که باید بگم. یکی مونده با آخر هستی، بعد 2 دقیقه وقت میگیره. بفرم. ممنون از شما بابک عزیز. اینکه در جواب ناصر بگم که میگه که جمهوری اسلامی ربطی به اسلام نداره. خب آخه اسمش اسلامیه دیگه، شما چه چیزی داری بگی دیگه؟ اسمش جمهوری اسلامیه. و اینکه میگی که خب در جامعه اسلامی اگر کسی دزدی بکنه بعد مثلا بعد اتباق حکم اگر مثلا پشیمون بشه و اینا توبه بکنه و اینا بخشیده میشه، آیا نمیبینی که دارن مردم بیگناه رو که مثلا یارو یک دزدی علکی کرده دستشو قطع میکنن یا میان چهارانگوش قطع میکنن؟ خب اگر که این فرمان هایی که میگی باید اون دزدای کله گنده که این کشور رو کلن تاراج کردن اونا رو باید چی کار بکنی؟ اونا رو باید کلن مقطوع نسل بکنی دیگه، از هر چیزی که کلن اصلا ایل و تبارشان رو کلن نابود بکنی. و خب برای موضوع برنامه بعدی که شما گفتین یه موضوع بدین، خب به نظرم تو ذهنم بود که یه بند خدایی گفت که در مورد خدا و اینا، که خب به نظر موضوع خوب میاد که بیایم صحبت کنیم در مورد اثبات خدا و یا رد وجود خدا. اینا خیلی به نظرم موضوعات خیلی عالی میشه صحبت کردن در موردش. و به محبوبه عزیزم باید خیلی متاسفم، اون حرفا رو شنیدم و باش همدردی میکنم. و همچنین اینکه باید بهش بگم زمانی از بلای با نام اسلام و جمهوری اسلامی ما خلاص میشیم که بیان تک تک مردم بیان سر چهارراه ها، سر میدون ها، بیان همگی دست به دست هم اسلام رو تو چاه مضطرب تاریخ بندازن و همگی فریاد بزنن. و در اون صورت هست که ما میتونیم از چنگال اسلام و جمهوری اسلامی خلاص بشیم، چون این افساره که جمهوری اسلامی داره مردم رو به این طرف و اون طرف میکشه هیچ چیزی نیست جز اسلام و مذهب. خیلی خوشحال شدیم. ممنونم. علی رضا نکنه که چند ساعت حرفای خیلی خوبی شنیدیم
و منتظر برنامه بعدیتون هستیم. خیلی خیلی لحظه شماری میکنیم برای برنامه بعدیتون. دست شما در نکنه. ممنونم دوست گرامی که حضور داشتی. بفرمایید من بهش میرسم. سلام برسونیم. چشم حتما. علی رضایی بابا جان ببخشید. فعلا تا بعد. حتما علی رضایی باز ببینیم تو اینجا. ببین. خیلی مشتاقم که بیام. حتما. چون حتما. خیلی وقتی که تو کانال جمهوری بی خدایان هستم و خیلی خوشحالم که الان سال پنجمیه که من از دین اسلام اومدم بیرون و بیدینی خودم رو دارم جشن میگیرم برای خودم. تبریک میگم. بسیار عالی. ممنونم ازت. منو خواهش میکنم منو بفرستین پایین چون من این امکانش رو ندارم. حتما. شب شبت عوض میخوام. داشت شب بخیر میگفتی علی رضا. شبت بخیر. قبل از اینکه علی شروع کنه یک دقیقش رو، دوستان ازتون خواهش میکنم که این خونه بالا جمهوری بی خدایان رو حتما فالو بکنید. ضمن اینکه ما شنبه ها، روزهای شنبه، بابک عزیز همراه با آرمین نوابی در یوتیوب لایو داریم. بابک ساعتش 2:30 2:30 بعد از ظهر. آره 2:30 به وقت تهران، ساعت آره 12:00 به وقت اروپای مرکزی. دیگه آمریکاش دیگه نمیدونم کرمیت با دیگه فکر کنم بعد اینا دوستان دیگه که این برابر هستن بعد بگن. استرالیاش هم فکر کنم بعد کاوه بگه. آره به هر حال ما خوشحال هستیم که بستری ایجاد شده تا بتونیم گفتمان کنیم. محبوبه عزیزم رو امیدوارم که بعد به بقیه دوستان رو حتما در برنامه‌های بعدی ببینیم. علی آقا یک دقیقه. بله بندم اولا تشکر می‌کنم از همه دوستان و حقیقتا متأسف شدم از صحبت‌های خانم محترم و خواستم صحبتی ندارم، فقط خواستم به نوبه خودم به عنوان یک انسان مسلمان اگر که خواهری یا دوست عزیز یا برادری تحت ظلم یا ستم یا تبعیض این حکومت قرار گرفت عذرخواهی بکنم. حالا بانک بنده اصلا هیچ مسئولیت و نقشی ندارم، نه خودم و نه در تأسیس این حکومت و نه در حال حاضر خودم، نه پدرم، نه جد آبادمون یعنی. و فقط خواستم بگم که ببینید عزیزان، ما هم اگه میایم اینجا صحبت میکنیم، حرفی میزنیم، اصلا بابا این نیستش که کسی رو اذیت بکنیم و بخوام دوستانه گفتگوی در حد گفتگوی دوستان است و این رو هم بدونید وضعیت خیلی از ماها به عنوان مسلمان میایم اینجا صحبت میکنیم، خیلی ما وضعیتمون بهتر از خیلی شماها نیست. ما هم گاهن مورد ظلم قرار گرفتیم، ما هم مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم. فقط همین رو میخوام بگیم که خلاصه حکومت رو با اسلام مقایسه نکنم. حالا به هر حال بنده هم کسی هستم که از اول خودم و پدر و مادرم و اصلا نه اینکه نقشی داشتیم و اصلا مخالف تفکر خودم این هستش که مخالف تشکیل حکومت اسلامی هستم و تفکراتمون کلن از اساس با جمهوری اسلامی فرق میکنه. من اطلاعی کلام نمی کنم. تشکر میکنم. بسیار عالی. دوستان من خیلی خوشحال هستم از برنامه امشب و خیلی راضی هستم به دلیل اینکه هر کس تونست حرفش رو بزنه و در یک فضای عادلانه با هم دیگه و منصفانه با هم دیگه گفتگو کردیم. باز هم ازتون خواهش میکنم که بخش اجتماعی برنامه جمهوری بی خدایان رو دنبال کنید در یوتیوب، کلاب هاوس، تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک. تا بابک جان نه اجازه دفعه میکنم کرمیت هم یک جنبندی داره نگفت که بله. کاوه عزیز سامان آره مدیرات راست و کنسکت صحبتی نکرد. ممنونم.
من در واقع یه دو تا مسئله رو می‌خواستم بگم. یه جوابیه کوتاه بود با آقای ناصر عزیز می‌خواستم بگم که دیگه مقدار البته دیر شد. حالا من سعی می‌کنم خیلی خلاصش کنم و یه جمع‌بندی کلا برای بحث موضوع تاپیکمون. در مورد آقای ناصر که دوست عزیز، من حالا میدونم شما تحصیلات دارید، علاقه دارید به این مسائل، ولی دیگه واقعا برای توجیه مثلا حالا این مسائل دیگه تاریخ رو عوض نکنید، دیگه کلیت قرآن رو عوض نکنید. مثلا ببینید این مسئله که شما مثال میزنید که مثلا این 700 نفر رو نکشتن به خاطر مثلا چیز، که ازش برهان دنبه برمیدارید میارید میگید گوسفندارشون نخوردن مثلا پس اینا هم حتما نکشتن. ببینید ما خودمون هممون تو محیط آموزش پرورش ایران درس خوندیم. این مسئله رو تو کتاب دینی خود من نوشته بود که در یک روز سر 700 نفر رو زدن. خود آقای خمینی مصاحبه داره تو یکی از سخنرانی‌هاش وقتی داره دستور میده مثلا بکشید به همین 700 نفر اشاره میکنه. به دفعات این تکرار شده. یعنی شما میخواهید بگید هیچ کدوم از اینها قانون اسلام رو نخوندن، تاریخ اسلام رو نخوندن، فقط اون کتاب شما معتبره دیگه. یا یه جوری مثلا راجع به مسائل صحبت میکنید که کلا دیگه همه چیز رو در واقع جابجا میکنید. مثلا انقدر یک ورژن رحمانی از این اسلام میسازید از بین قرآنی که پر از آیات مثلا واقعا خشن و کشتار و جنگ و ستیز و اینجور چیزاست، میرید یه دونه آیه در میارید و به اون استناد میکنید که چقدر این کتاب خوبه. ببین عذر میخوام ولی واقعا مثل اینه که مثلا شما یه کپه مدفوع بذارید جلوتون، اون توش یه دونه نخود هضم نشده پیدا کنید، بگید شما عاشق این نخود نمیشی. این چه استدلالی آخه برادر من؟ شما دیگه کل چیزها رو داری عوض میکنی. حالا این جوابیه را خیلی بدی میخواستم بدم، عذر میخوام من حالا. ولی این راجب خود در واقع تاپیکی که داریم صحبت میکنیم، من فقط میخواستم ببینم، ببینید من نظر شخصی خود من تجربه همه در طول مثلا خب سالها سر و کله زدن با باورمندان. خیلی از دوستان ادعا میکنن میگن مثلا با اگه منطقی صحبت کنیم با اینها اینا متقاعد میشن. نظر من اینه که نمیشن. و عقیده من هم برخوردی که خودم داشتم همیشه، شما هر وقت مقابل یک مسلمان و بالا باورمند به صورت کلی ولی مسلمان به صورت خاص، وقتی شما کرنش نشون میدید مقابلش احترام میذارید، هیچ وقت متقابل اینو ازش نمیگیرید، همیشه میذارن به حساب به حق بودن خودشون. یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم، شما یه خانواده مذهبی رو در نظر بگیرید، شما وقتی میرید خونه اونها بهتون میگن باید مثلا حجاب داشته باشید، باید اینجوری کنید، واسه اون قانون میذارن واسه که دارید میرید تو خونه اونها. شما میگید اوکی ما داریم میریم خونه شما، قانونای خونه شما اینه، پس شما میرید خونه ما، قانونای خونه ما اینه. در حالی که اونها وقتی میان خونه شما باز هم میگن چون ما اومدیم خونه شما، شما باید حجاب داشته باشید، شما نباید سر میز مشروب سرو کنید، شما نباید مثلا فلان کنید. حالا خیلی دیگه متأسف باشم، یا موزیک حق ندارید بذارید، اینو نمیتونید بکنید، لباستون چرا اینجوری پوشید، چرا لباس باز پوشید. یعنی شما نه تنها تو خونه خودشون، تو خونه شما هم که میان میخوان شما رو کنترل کنن. هر چقدرم شما به اینا احترام بذارید، اگه بگید مثلا من میام خونه شما به شما احترام میذارم، که متقابلا شما هم وقتی میاد خونه من به عقاید من احترام بذارید، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. احترامی که شما به اونها بذارید میشه وظیفه‌شون، چون همیشه نگاه بالا به پایین به شما دارن، نگاه طلبکارانه دارن، میگن ما بر حقیم، پس شما موظفید طبق چیزی که من میگم عمل بکنید. مادامی که کلا این احترام رو شما تکرار میکنید، فقط این به اصطلاح توهم برتر بودن اونها رو تایید میکنید و بیشتر میکنید. مادامی که شما احترام میذارید به اونها، توهین نمیکنید، اعتراض نمیکنید، هیچی نمیگید، اونها فقط در واقع از 20 تا مثلا فرض کنید فقط با شما که رفت آمد نمیکنن، با 20 تا خانواده دارن رفت آمد میکنن، اون 20 تا باهاشون مصاحبه میکنن، باهاشون براشون حجاب میکنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، شما نمیکنید، شما این وسط میشید بده. یعنی به محض اینکه شما چیز میکنم، نه ما بر حقیم، شما باید به طبق چیزی که ما میگیم رفتار کنید، چرا همه دارن میکنن. یعنی هر چقدر بیشتر به این احترام بذارید بدتره. به عقیده من اگر قراره واقعا تغییری بدید، اگر قراره حرکتی ایجاد بکنید، این دیکتاتوری اسلامی رو در یک محیط کوچیک مثل خانواده اول باید ما بشکنیم، بتونیم اینو بشکنیم که بتونیم در سطوح بالاتر بشکنیم. مادامی که ما نمیتونیم تو یک جامعه خیلی کوچیک این دیکتاتورشیپ نگاه بالا به پایین مسلمان به غیر مسلمان رو بخوایم از بین ببریم، مادامی که بخوایم خودمون رو بذاریم تحت انقیاد احترام به عقاید اونها در حالی که متقابل نیست، هیچ تغییری نمیتونیم بدیم. وقتی ما خودمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، دیگران رو هم نمیتونیم، جامعه رو هم نمیتونیم. به عقیده من ما باید از همین محیط‌های کوچیک، اشل‌های کوچیک شروع کنیم به تابو شکنی، به در واقع چیز کنم میخوان توهین اصلا بگن جلوی ما مثلا این کارو نکردی توهینه، بذار توهین باشه. نهایت اینو یه دونه فامیل کمتر، یه فامیل چیز کمتر باهاتون رفت آمد نمی‌کنن، بذار توهین بشنون، ناراحتن نکنن، بذار تو رفتارشون تجدید نظر کنن، بهشون اجازه ندید این سیستم رو تکرار بکنن، نذارید این حس خود برتر بینیشون تقویت شه. سعی کنید با
کوچکترین حرکات همش موثره. به همین حرکات کوچیکه که حرکات بزرگ رو میسازه. همین اسکیلای کوچیک در مقیاس خانواده هاست که بعداً جمع میشه میتونه در واقع جامعه رو تغییر بده. ممنونم ازتون. خیلی صحبت کردم. ببخشید. ممنونم کرمیت عزیز. کافه جان شما چیزی داری بگفتن؟ من خیلی کوتاه بگم. مطمئنم شما همتون خسته هستین. خیلی ساعت اینجا است. واقعا خسته نباشین بچه‌ها. من ناصر اینجاست. من میتونم فقط ازش تشکر بکنم. که حداقل میشنوه میشینه و میشنوه صحبت های بچه ها رو. ازت ممنونم ناصر در این مورد. ولی از این نظر ازت گله‌مند هستم که اولا که عقاید و تفکر رو اومدی تعریف دیگه ای واسه شون گفتی و گفتی اینا با هم یکی نیستن. من میخوام چیز دیگه ای بگم ناصر عزیز و دوستان همسو با تفکر ناصر. تاریخ نشون داده هر جا که عقاید و تفکر قدرتمند شدن بشریت رو نابود کردن. جنگ ها، خون ریزی ها، ببینید خون ریزی ها در جاهایی هم که بی خدایی هم بوده وجود داشته. هیچ ما نمیگیم اینطور نیست. اما یه فرق بزرگی هست. دنیای غرب اگر اون رو گذاشته کنار، دین رو گذاشته کنار، سریع خودش رو آپدیت میکنه. قوانین توی غرب، دنیای آزاد، همشون خوب نیستن. اما به سرعت دارن تغییر پیدا میکنن. چون چیزی نیست، تفکری نیست که بخواد پوش کنه بهشون. هر لحظه میتونه آپدیت بشه، هر لحظه میتونه اگر ببینن از اخلاق انسانی دور هست، اگر داره به جامعه حتی اقلیت داره ظلم میشه، سریع آپدیتش میکنن. این فرقش ناصر. برای همین تو وقتی داری تلاش میکنی که دین رو حفظ بکنی از منظر یک دیندار، این میتونه به یه فاجعه انسانی خط بشه وقتی که در قدرت قرار بگیره. به این توجه کن ناصر عزیز و هی نگو ما جمهوری اسلامی نیستیم. همین تفکر تو با همون رحمانیتی که دانش رو میدی با همون عقاید اگر به قدرت برسه فاجعه‌ای بدتر از جمهوری اسلامی رو برای ما رقم خواهد زد. ممنونم دوست. ممنونم کاوه عزیز. سامان جان شما؟ خیلی ممنونم از همه دوستانی که بعدتی توی این برنامه حضور داشتن، ویژه عزیزانی که تا این لحظه با ما موندن، واقعا ممنونم. من دو نکته از خیلی سریع بگم. اولیش این است که از خود آرمین نوابی میخوام نقل قول کنم، کسی که در واقع پایه‌گذار جمهوری بی خدایان، حالا اول به انگلیسی و بعدا هم به فارسی بوده، همیشه میگه که اگر من میگویم این نظر تو احمقانه است، معنیش این نیست که اولا تو احمقی، ثانیا معنیش این نیست که تمام تفکراتت احمقانه است. یعنی از نظر من بخشی از عقاید تو احمقانه میاد و من اینو به تو میگویم، تو نباید ناراحت بشوی، کما اینکه این حق رو برای تو هم قائلم. پس این خیلی نکته مهمیه. مثلا من همین آقا ناصر، من میگم آقا ناصر عقاید دینی تو احمقانه است، معنیش این نیست که عقاید دیگری که ناصر در زمینه‌های مختلف اقتصاد و فرهنگ و اجتماع دارد میتواند اشتباه باشد. نکته دومی هم که میخوام بگم، در صحبت اول که من حضور داشتم تو برنامه اولی ما که اومدم، گفتم از نظر من توهین به عقاید جایز است، اما من باب این که خوب بد یا زشت باشد در انتها میگویم. الان عرض میکنم که از نظر من با توجه به اینکه در یک بحث منطقی و آکادمیک بهتر است که فقط عقاید نقد شوند و در واقع با توهین به عقیده طرف رو تحریک نکنیم، من گزینه آخر یعنی زشت رو انتخاب میکنم، چون توهین به عقاید قطعا بد نیست ولی میتواند خوب نباشد، اما قطعا جایز است. خیلی ممنونم از همه عزیزانی که با ما همراهی کرد. کاوه جان فقط خودت عذر میخوام، بابک جان فقط خودت موندی؟ آره دقیقا. من فقط یه چیزی طبیه یاسر، چون یاسر رفت، بگم به من گفتش که بگم، اونم این که یاسر گفته که همونطور که آدم ها خودشون احترام خودشون نگه میدارن، عقاید هم خودشون تعیین میکنن چقدر بهشون باید احترام گذاشت. اینم برای پایان مطلب بود. بسیار عالی. خسته نباشید. ممنونم از همراهیتون. بابک جان سه شنبه دوباره برنامه خواهیم داشت که درست؟ آره سه شنبه برنامه خواهیم داشت. حالا ساعتش هم مشخص می‌کنیم توی اینستاگرام و کانال تلگرام و توییترمون هم می‌ذاریم.
با موضوعی که دوستانم پیشنهاد کردن و سرش بحث میکنیم که کدوم موضوع رو انتخاب کنیم که در مورد اون صحبت کنیم. ممنون از یکایک دوستان که حضور داشتن، سپاسگزارم از همتون. شب و روزتون خوش، به امید روزهای بهتر.